شب در ایران می رود و روز و سپیده می آید و یک روزگار نوی رو ایرانی در جهان می آفرینه. استاد شرفشاهی عزیزم. بله، امیدواریم که در حال مردم ایران به زودی پیروز بشن و شر این رژیم از خاک ایران زمین بره. اینا همه عربن، یعنی همین ابراهیم رئیسی سریعا گفت بود آقا من افتخار میکنم عراقی هستم، آخرش هم میرم اونجا، من عربم. من مردمی که مدکه پوفیوز تو توی ریاست جمهوری ایران چیکار میکنی اگه عربی؟ برو همونجا توی عراق، همونجا بشه رئیس جمهورشون. این که به هر حال اینا با هجوم آوردن به این مملکت و الان هم که میدونین یه داستانی درست کردن، گروه های مختلف رو به هم به جون هم دیگه مثلا بندازن، بگن اینا تجزیه طلبن و میخوان ایران رو تجزیه بکنن. اصلا یه همچی داستانی در ایران بین مردم اصلا مطرحنی؟ مردم مثلا مملکتشون دوست دارن، تمام نقطه های مملکت رو دوست دارن، از اجازه نمیدن که افکار در حال تجزیه طلبی در اون مملکت ریشه پیدا کنه. بله استاد شرفشاهی، من همینطور که فرمودید در تایید فرمایش شما یه نکته ای رو بگم. اون نکته اینه که ببینید اینها لازم نیست که بیاد خودش بگه یا شناسنامه شما ببینید، تمامی کسانی که سید خوانده میشن و عمامه سیاه آخونداشون سرشون میکنن، اینها از تبار اعراب هستن، بیگانه هستن، آمدن اونجا، باید از ما ممنوندار باشن که بهشون پناهندگی دادیم و زندگی دار میکنن. ولی من یک نکته رو امشب باز دوباره بگم، سید که میگیم عمومیت نداره استاد شرفشاهی. ما خیلی سیدهای خوبی داریم که در خدمت مردم بودن از قدیم تا الان. من هر از چند یه نمونه گفتم به شما، احمد کسروی، دکتر کوروش آریامنش، رفیق عزیز من، نازنین من. حالا امشب میخوام یه سورپریز دیگه هم به شما بدم که ببینید سید بودن صرف مسئله نیست، با رژیم جمهوری اسلامی بودن و در سرکوب مردم دخیل بودن اینه که مشکله. ببینید یه شخصیتی، من یه اسم میگم، آقای سید ابراهیم تقوی شیرازی. شما اصلا ایشون رو میشناسین؟ نمیشناسین. به هر کی شما بگین، به بزرگترین روزنامه نگارا بگید، سینماگرا بگید آقا سید ابراهیم تقوی شیرازی رو تو میشناسی؟ هیچ کس نمیشناسه. ایشون یک انسان محترم مشهور ایرانی است که همه ما میشناسیمش، منم خودم خیلی دوستش دارم، مقیم لندن هم هست. این فرد ابراهیم گلستان هست. ابراهیم گلستان، نویسنده، سینماگر، فیلمساز بزرگ ما، ایس هم سیده، هم سابق عضو حزب توده بوده تو جوانیش. ولی شما ببینید اصلا این اسم رو ایشون یک قرن که از رو خودش برداشته. وقتی میگم یک قرن، آقای شرفشاهی، چون میخوام بهش شادباش بگم، به ابراهیم گلستان، ماه اکتبر گذشته ایشون شد 100 ساله. 100 سالش شد و توی 100 سالگی یک بار نیومد امضا کنه سید ابراهیم تقوی شیرازی. اسمش از اون قدیم گذاشت ابراهیم گلستان. یعنی وقتی ما میگیم سید، منظورمون همه نیست، اونایی که تو قدرت هم، مثل آقای موسویان که ارتش دستشه، مثل همین نقدی که این جوان گفت، خیلی های دیگه. اینها بیگانن، اومدن تو سرزمین ما، لازم همیست شناسنامه هاشون ببینیم. خودشون هم سید که میگن اما من رو سرشون هست پیداست، ولی اون سید های باشرف که اصلا سیدی رو مطرح نمی کنن، چون نجات پرستی اصلا نباید مطرح بشه. اونا رو چشم ما هستن، جا دارن. خیلی آقای شرفشاهی، از این چه در زمان مشروطیت، چه در جنبش های آزادی بخش ایرانی، از اول اسلام، نهضت شعوبی شما بگیرید، قرامتی بگیرید، تا سندباد بگیرید، تا بیاید تا الان، توشون سید بوده که اینا در خدمت ایران و ایرانی بودن. قربان. بله آقای سیاوش عوستاون، میبینم که در درون رژیم فرار و استعفا و کنارگیری همچنان به سرعت ادامه داره. این علی شمخانی، رئیس شورای امنیت ملی، و که در حال یک استخوان محکمی برای این حکومت بود، کنارگیری کرد از کارش و شورای امنیت ملی رو رها کرد، گفت دیگه نمیتونم در شرایط کنونی بتونم اون وظیفه رو انجام بدم. یکی دیگه از اینا وزیر راه بود که به حال
استعفا داد و اونم فرمانده سابق سپاه بود و گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم کارمو و میخوام برم. یعنی به تدریج اینا راههایی دارن پیدا میکنن که الفرار رو بذارن و از ایران برن. خیلی از فرماندهان سپاه و خانواده هاشون از ایران گریختن و امیدواری من هم همیشه این هست که اینها در نقاط مختلف دنیا در هر جایی که مستقر بشن شناسایی بشن و به این راحتی نتونن.